دسته از اون معلولیت هایی هست که یک طیفی از اختلال رشد شیوع داشته باشه خودش نشون میده و یکی از مشکلاتی هست که در جوامع امروزی روزافزون هم هست. سازمان بهزیستی برنامه غربال تشخیص و مداخله اوتیسم را از سال 91 اجرایی کرده که در کل استانها و شهرها این برنامه اجرا میشه. این برنامه 4 فاز داره: فاز حساس سازی و آگاه سازی، فاز غربالگری، فاز تشخیص و فاز مختلف. از کانال‌های مختلف اطلاع رسانی به جامعه و به همه مردم صورت بپذیره تا مردم بیشتر با این اطرافشون دوستی آشنایی موارد مشکوک مشاهده شد بتونن سریعتر مراجعه کنن به مراجع تخصصی و تشخیص رو دریافت بکنن. بخوام راجع اوتیسم صحبت کنم. اوتیسم اسمش من نمیتونم بگم بیماری، یک تفاوتی هستش که اول از همه باید درک بشه، یعنی که ما باید بدونیم که این بچه‌ها چه نیازهایی دارن، چه ویژگی هایی دارن و بتونیم که وارد جهان این بچه ها بشیم. هیچ کدوم از این بچه ها شبیه هم نیستن، هر کدومشون میتونن منحصر به فرد باشن. بعضی هاشون حرکات کلیشه‌ای دارن، بعضی هاشون در خودموندگی شدیدی دارن، بعضی هاشون لازم هستش ما کمکشون کنیم یه سری کارهای شخصیشون رو انجام بدن. ما اگه بخوایم به صورت تماس چشمی برقرار نمیکنه، صداش که میذارن به اسم خودش واکنش نشون نمیده و یا حرکاتی مثل بالبال زدن، حرکت دادن دستاش در کنار بدنش یا انگشتاش جلوی چشمش، حرکات اینچنینی رو از خودش نشون میده، قطعا باید شک کنیم به اینکه احتمال اینکه اختلال طیف اوتیسم داشته باشه هست و پیگیر بشیم برای بررسی‌های بعد. اولا در نظر بگیرید که اوتیسم یه طیفه، یعنی از بین 0 تا 100، حتی در بین افراد عادی و در جامعه افرادی هستن که ممکنه به طیف اوتیسم مبتلا بشن ولی تشخیصشون از نظر افراد عادی خیلی مشکل باشه. یکی از علایم اصلی طیف اوتیسم عدم تعاملات اجتماعی است که اینو ممکنه مثلا حتی شما دیده باشین در جای مختلف و حتی در ادارات مختلف، و خب همین داشتن عدم تعاملات اجتماعی باعث بروز مشکلاتی برای افراد چه در زندگی شخصیشون چه در زندگی کاریشون پیش میاد. روز دیگه اوتیسم رو با یک طیف در نظر میگیرن، یعنی افرادی که یک در خود تا بعضی افرادی که به شدت به جهت تکلم، به جهت رفتار و حتی به جهت جسد اوتیسم به هر حال محدودیتی رو دارا هست. اوتیسم پیش درمانی نداره، فقط با تراپی و کاردرمانی، گفتار درمانی میتونید یه مقداری سطح اون رو اختراع بدید. اینکه آیا دلیل خاصی داشته باشه همچنان در دست بررسی است. احتمال زیادی بر وجود عامل ژنتیکی در مورد اوتیسم هستش، ولی عوامل بیوشیمیایی، عوامل جنینی، اختلالات کروموزومی و اینها هم جز عوامل مطرحی هستن که همچنان بر روش بحث و بررسی و تحقیق در حال اجراست. یه پیش‌بینی که انجام شده در 30 سال آینده ممکنه علت اوتیسم رو پیدا کنن و در 70 سال آینده درمان اوتیسم رو پیدا کنن. اینکه شناسایی به هنگام اتفاق بیفته، یعنی در اون زمان طلایی که 2 تا 5 سالگی اوتیسم شناسایی بشه، تشخیص داده بشه و به سرعت وارد فاز مداخله بشه، خیلی کمک میکنه به اینکه عوارض ناشی از این اختلال کاهش پیدا کنه. اوتیسم تا پایان عمر با فرد هست، ولی اگر به موقع تشخیص داده بشه و مداخلات لازم انجام بشه، خیلی اینها میتونن به زندگی عادی نزدیکتر بشن و مشکلات کمتری رو در جامعه داشته باشن. در خراسان رضوی در 4 شهرستان مشهد، سبزوار، نیشابور و کاشمر ما 8 مرکز روزانه توانبخشی توانمندسازی افراد اوتیسم رو داریم که تا سن تحت آموزش های ویژه هستن، چه آموزش های توانمندسازی، آموزش های خاص توانبخشی و همچنین فعالیت هایی مثل گفتار درمانی، کار درمانی، فیزیوتراپی و سایر اقداماتی که لازم هست. مراکز روزانه آموزش و توانبخشی در واقع اولین گام و بزرگترین گام برای کمک به افراد دارای اختلال طیف اوتیسم هست که آموزش و توانبخشی اونها رو به عهده داره. حالا چه کودک چه بزرگسالی که تا 15 سالگی اینها میتونن در مراکز ما آموزش ببینن، وارد این مراکز میشن، آموزش های مختلفی رو دریافت میکنن، مخصوصا در زمینه خدمات توانبخشی مثل کار درمانی و گفتار درمانی، در صورت نیاز بازی درمانی و موسیقی درمانی هم در این مراکز برای
خدمتگیرندگان استفاده میشه. بچه هم که ما اینجا نگهداری میکنیم و آموزش میدیم از 3-4 سال داریم تا 14-15 سال، ولی خب پیک طلایی آموزش بچه ها بین 3-5-6 سال هستش که خدمات کاردرمانی و گفتاردرمانی و آموزش های انفرادی رو باید بگیرن. اگه در با خصوصیات این بچه ها بگم، خب خیلی از این بچه ها شاید میکنیم برای ما خیلی خیلی عادی هست، یا اون محرک حسی که برای ما خیلی خیلی عادی هست برای این بچه ها چند برابر درک بشه. کاری که ما به عنوان درمانگران و کسایی که بالاخره آگاه هستیم به نیازهای این بچه ها باید انجام بدیم اینه که اول اینکه ویژگی های این بچه ها رو بشناسیم و بتونیم با توجه به ویژگی های این بچه ها جه تو بچه اوتیسم رو اینجا جمع بکنید. الان اینجا حدود مثلا 30-40 تا بچه هستن. شما دو تا از اینا رو مشابه نمیبینید. همه ویژگی خاص خودشونو دارن. یعنی بیماری نیست که مثلا بگیم مثل بیماری دیابت و مثلا اینا بگیم یک علائم خیلی مشخص و هم نوایی داشته باشه بتونید تشخیص بدید. نه، اینا فکر میکنم حالا بیشترش تحت تاثیر محیطی که زندگی میکنن بیماریشون هم یه جورای تحت همو تاثیر شکل میگیره. زینه‌های گزاف توانبخشی، گفتار درمانی، شنوایی شناسی، کار درمانی، فیزیوتراپی و سایر هزینه‌های پزشکی اینها بسیار گزاف هست که البته بهزیستی معمولاً در کنار این خانواده‌ها هست و سعی می‌کنه در حد مقدورات تا حد امکان برخورد‌های اونها باز کنه. عمده مشکل بس هزینه‌های دارو درمانی بچه‌هاست. هزینه‌های دارو درمان بالایی دارن. مثلا اینا شما دکتر میدین مکمل بده، مثلا مکمل های قضیه خیلی برای اینا تجویز میشه. این مکمل های عمدتا تحت پوشش بیمه نیست، قیمت های خیلی گرونه داره. مثلا یک اومگاسه، یک کپسول اومگاسه ساده دونه 3000 تومن که روزی یکی میخواد، یک کپسول اینقدر کوچولو دونه 3000 تومن. حالا چیزا دیگه هم بکنن، یا مثلا اینا رو شما میخواد ببرین پیش دکتر، معمولا نمیتونن ببرن توی درمانگاه های عمومی و جاهای که قیمت ها مناسب تر هستن، چون نمیتونن ببرن چون اینا اونجا شلوغ اینا نمیشینن. برای داروهاشون هم، حالا داروهایی که معمولا برای کنترل عوارض ناشی از اوتیسم مثل پیشرفت و این مواردی که ممکنه همراه اختلال اوتیسم باشه، دکتر به اونها دارو بده که اون رو مدیریت بکنه و کنترل بکنه. فاکتورهای داروشون رو هم میتونن ارائه بدن و یه کمک هزینه درمان، حالا خیلی مبلغش بالا نیست ولی در حد امکان بهشون پرداخت میشه. اگر بخوام با خانواده ها صحبت کنم، حالا من بعضن چون که حالا چند سالی هستش که با این بچه ها و خانواده هاشون در تماس هستم، هر چقدر هم که ما بخوایم که خودمون رو جای یک خانواده ای که یک فرزند دارای اختلال طیف اوتیسم داشته باشه بگذاریم، بازم چون از نزدیک با این بچه‌ها در تماس هستیم و نمیتونیم که این خانواده‌ها رو درک کنیم. فقط به عنوان کسی که من اینجا خدماتی به این خانواده‌ها ارائه می‌کنیم، تمام تلاشمون رو می‌کنیم که کنار این خانواده‌ها باشیم. این بچه‌ها بهترین چیز، بهترین هدیه می‌تونه باشه برای خانواده‌ها که بتونن که بچه‌های خودشون رو مدیریت کنن و بتونن که حداکثر توانبخشی و پیشرفت این بچه‌ها رو ایجاد کنن. پدر مادر باید همون اول قبول کنن و پشتیبان هم دیگه باشن. خانواده یکی از عوامل مهم در ایجاد آرامش برای شما خواهد بود و اگه شما در یک بستر آرام و آرامش در واقع زندگیتون در آرامش باشه، خیلی بهتر میتونید به فرزندتون که مبتلا به طیف اوتیسم شده کمک بکنید. خانواده ها رو بسیار درگیر خودشون میکنن. خانواده ها ناچار از این هستن که با توجه به مشکلاتی که در خواب و در رفتار دارن، فرزندانشون تقریبا همیشه یکی از والدین به حالت آماده باش بیدار باشد. کمتر پیش میاد که خانواده با هم به خواب برن. من از این همین تریبون از همه سازمان ها، نهاد ها، ارگان ها میخوام که در جهت شناساندن و آگاهی سازی آحاد جامعه هم قدم باشن، با هم دیگه همراهی کنن که تنها این مسئولیت فقط به عهده بهزیستی نباشه. ما برای اینکه بخوایم در یک زمینه و کاری موفق بشیم باید همه همدل، همراه و هم قدم باشیم. وظیفه همه سازمان ها و ارگان ها هستش که این مهم رو انجام بدن. هوشیار باشن. کوچکترین علامتی که فکر میکنن با یک بچه عادی میتونه متفاوت باشه رو جدی بگیرن و سریعتر به متخصص مراجعه بکنن تا در صورت اینکه خدای ناکرده اختلال طیف اوتیسم در فرزندشون وجود داشته باشه، سریعتر برنامه های مداخله براش آغاز بشه تا پیشرفت بهتری داشته باشه، عوارض ناشی از اوتیسم کاهش پیدا کنه و راحت تر بتونه به زندگی عادی برگرده. همه خانواده هایی که فرزندانی دارن،
خواهش میکنیم که اگر که رفتار تکراری در فرزندانشون میبینن، اگر اینکه در خودماندگی هایی رو متوجه شدن، اگر فرزند اونها با محیط بیرونی ارتباط برقرار نمیکنه، لبخندهای عاطفی رو کمتر نشون میده، توجه و تمرکز به محیط بیرون کمتر داره، به خصوص از سن 2 ساله به بعد، حتما به مراکز بهزیستی برای غربالگری های اوتیسم مراجعه کنن. شک نداشته باشین که هر چقدر سریعتر تشخیص داده بشه و مداخله شروع بشه، حتما مشکلات اینها بسیار و بسیار کمتر.